うん。 خانم آقایان با گرمترین درودها به پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی خوش آمدید مهمان این بار ما جمعه ده اردیبهشت بهشت 1400 رضا حاجی حسینی روزنامه نگار در سوئد هستند درود بر شما آقای حاجی حسینی در مالمو سلام بر شما آقای فرهودی وقت شما بخیر دوستان حتما میدونید مهمترین خبر این هفته مصاحبه لو رفته جواد ظریف بود که به قول بچه ها توش انایات مفصلی به قاسم سلیمانی کرد و حرفای عجیبی هم از پشت صحنه نظام در زمان موشک زدن به هواپیمای اوکراینی زد شاید بعضی ها بگن بابا اینا رو که همه مردم میدونن چیز جدیدی افشا نشده یه سری هم شاید نظرشون این باشه که گفته شدن این حرفها از زبون یکی از کارگزاران نظام یه بحث دیگه و جنبه رسمی میده به ماجرا یه دسته هم البته هستن که میگن انتشار این مصاحبه اخلاقی نبوده و نباید منتشر میشد یک گروه هم معتقدند که اینا بازی دم انتخابات و اصلا نباید بهش بها داد کریم سجادپور از تحلیلگران مسائل ایران در واشنگتن در مصاحبه‌ای که چند روز پیش با کریستیان امانپور برنامه ساز شبکی CNN داشت به او گفت دشمنان ظریف این فایل رو به خارج درز دادند تا اطمینان حاصل کنند که ظریف آینده درخشانی در نظام نداشته باشد و به عبارت دیگه اگر ظریف سودای مقام ریاست جمهوری رو در سر میپرورانید با انتشار این مصاحبه سه ساعته باید فقط خواب اونو ببینه آقای حاجی حسینی برداشت شما از این ماجرا چیه؟ افشای اسرار مگو درباره مسائل سیاسی و امنیتی یا شگردی برای گرم کردن بازار انتخابات و آخرین تنفس مصنوعی به اصلاح طلبان و در نهایت جمهوری اسلامی؟ من خیلی کار کرده انتخاباتی نمی بینم در این افشاگری از, از, این، از این زاویه که قرار باشه تنور انتخابات در اون گرم بشه اتفاقی که اینجا افتاده این است که آقای لیلاز سعید لیلاز در مقام مصاحبه شونده چندین نوبت تلاش میکنه که در واقع تشویق بکنه جواد ظریف رو به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری میدونیم که این گفتگو چنان مصاحبه شونده در آغازش میگه حوالی ظهر روز شش اسفند سال 99 ضبط شده از این زاویه چندین نوبت او میگه که شما در میان مردم محبوبید رأی دارید نظرسنجی ها آقای ظریف میگه من نظرسنجی ها رو میبینم او میگه که نه من از کف خیابون میام شما بین مردم محبوبید ولی در نهایت این اصرار دست کم در این مصاحبه راه به جایی نمیبره گرچه آقای ظریف جایی میگه که یک سیب که از درخت بیفته تا به زمین برسه هزار چرخ میخوره در نهایت من فکر میکنم که چیزی این در این فایل صوتی سه ساعت و ده دقیقه نیستش که کمکی بکنه به اینکه تنور انتخابات گرم بشه و بیشتر اگر وجهی داره یعنی تأثیری در انتخابات داره این است که جواد ظریف رو عملا از عرصه انتخابات به عنوان یک نامزد بالقوه حذف میکنه با توجه به در واقع حمله هایی که اکنون به او میشه دیگه مجالی بعیده که پیدا بکنه برای اینکه بخواد خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری 1400 کاندیدا بکنه بله یکی از مهمترین نکات از اظهارات ظریف اشارش به نفوذ روزافسون روسیه بر سیاست خارجی ایران و سنگ اندازی روسا برای جلوگیری از به ثمر رسیدن برجام و پایان انزوای بینالمللی ایران و بهبود مناسباتش با غرب به ویژه آمریکاست فکر میکنید این حرفها چه طبعاتی در روابط ایران با روسیه در آینده داشته باشه من اجازه میخوام باز برگردم به خود این فایل صوتی گفتگو اشاراتی اونجا میشه بر اینکه آقای ظریف تاکید میکنه من اینها رو دارم میگم ولی اجازه پخشش رو نمیدم یعنی او آگاهه که داره از چیزی حرف میزنه که به حال پیش از اینکه قرار باشه این گفتگو پخش بشه لازمه که از اون خارج بشه سانسور بشه اشاره کردید در واقع تأکیدی که او میگذاره بر نقش روسیه در سیاست های جاری جمهوری اسلامی زاویه جدیدی رو باز میکنه از این منظر که خیلی تاکید شده است بر اینکه م... در واقع مفسران تحلیلگران گفتند که نگاه رهبر جمهوری اسلامی نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شرق این ان... این انتخاب اونها جلوه داده شده اما حرف های آقای ظریف نشون میده که اونها عملا شدند کارگزار سیاست های روسیه یعنی تا جایی که اکنون میشه این در واقع گزاره رو مطرح کرد که قاسم سلیمانی انگار سرباز پوتین بوده است بیشتر او بوده که داشته سیاست هایی رو در واقع پیش میبرده که از ناحیه کرملین دیکته می شده در حالی که روایت غالب تا پیش از این چنین بود که قاسم سلیمانی رفته است به مسکو او پوتین رو قانع کرده که در جنگ داخلی سوریه دخالت بکنه آنچه که ظریف ارائه میکنه یک روایتی است که عکس این رو نشون میده و بعد هم پیوسته تاکید داره بر اینکه میدان حاکم است بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حتی میگه که میدان حاکمه بر همه آنچه که در جمهوری اسلامی در حال حاضر داره میگذره میدان همینجا در واقع اسم رمز سپاه سپاه قدس و به نوعی قاسم سلیمانی است او میگه که هر باری که با سلیمانی مشورت می کرده یا صحبت می کرده درباره دیپلماسی و قرار بود است که اینها با هم هماهنگ بشند به عنوان دو بال در واقع میدان و دیپلماسی در جمهوری اسلامی او بوده که امتیاز میگرفته و حاضر نبوده که امتیازی بده بعد در وقتی که داره ماجرای شلیک و اوپیمای اوکراینی رو هم تعریف میکنه به همین ترتیب بر این موضوع اصرار داره که اساسا حاکم بر همه چیز میدانه و اوست که خواست خودش رو تحمیل میکنه از این زاویه فکر میکنم مهم آنچه که در این فایل صوتی میگذره و تاثیرش بر سیاست های آتی جمهوری اسلامی رو فکر میکنم خیلی بیشتر زمان روشن میکنه کما اینکه در واقع اولین پس در که داشته این بوده است که حسام الدین آشنا از ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری کنار گذاشته شده و علی ربیعی جانشین او شده است بله بل همین این خبر هم این امروز اعلام شد و ظاهرا خود آقای آشنا استعفا داده ولی فکر میکنید تحت فشار بوده باشه استعفا نه به حال معمولا در چنین مواقعی خبر اینطور اعلام میشه که در واقع فردی که مسئولیت داشته استعفا داده اما استعفا اینجا به نوعی نام دیگر برکناری است آقای ربیعی سخنگوی دولت گفته که فایل صوتی ظریف به سرقت رفته سعید لیلاز اقتصاددان طرفدار دولت که مصاحبه را برای مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری انجام داده بود یک واکنش تندی داشت نسبت به انتشارش توسط شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال که از دید رژیم ایران یک شبکه وابسته به عربستان سعودی اظهار داشته معتقدم باید کسی که فایل صوتی رو منتشر کرده شوب در هاستینش کرد آقای روحانی هم از وزارت اطلاعات خواسته که بدون رحم و قاطعانه با منتشر کنندگان فایل صوتی برخورد بکنه فکر میکنید دستگاه اطلاعاتی کشور به قول آقای لیلاز ارزه داره این شخص رو پیدا کنه یا مثل ماجرای نتنز بعد از اینکه پوکید میخواد اسم طرف رو رسانه ای کنه آقای روحانی با ادبیات سخیفی شبکه منتشر کننده این فایل صوتی رو کثیف خوانده خب این خودش خیلی واکنش ایجاد کرده من دیدم تحلیلگرانی از داخل ایران نوشتند که خب شما وقتی که فضای اطلاع رسانی رو میبندید وقتی کسانی رو که در حوزه خبر کار میکردند اینها رو به زندان میفرستید بیکار میکنید و در شرایطی اینها رو قرار میدید که ناچار میشن به ترک کشور و طبیعتا تلاش میکنند که کار اطلاع رسانی رو کار خبر رسانی رو در شبکه هایی که وجود دارند به عنوان شبکه های فارسی زبان خارج از ایران ادامه بدند بعد اونها رو در واقع متهم میکنید به اینکه علیه منافع ملی اقدام میکنند در حالی که اون کسی که مسئول این ماجراست خود در واقع رژیم حاکم دولت جمهوری اسلامی است این یک نکته است که فکر کردم خوب اشاره بشه اما بحثی که اینجا وجود داره این است که اصلا باید دید که چقدر خود این نهادهای امنیتی احتمالا دخیل شدند یا دخیل بودند در افشای این فایل صوتی یعنی این هم به عنوان یک فرض و میتونه مطرح باشه که به حال نهادهای امنیتی وابسته به سپاه اطلاعات سپاه با توجه به اینکه این در این گفتگو آقای ظریف مینوازه این در واقع برادران هم دست خودش رو در حاکمیت جمهوری اسلامی طبعا میتونه این افشاگری از نایه اونها اتفاق بیفته یک بچه دیگر ماجرا هم این است که اساسا، دامنه نفوذ و عمق نفوذ کسانی رو در داخل سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشون میده که در ادبیات سیاسی رایج در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان دشمن یاد میشه یعنی شما میبینید که قاسم سلیمانی به اون ترتیب کشته میشه میبینید که در واقع ترور آقای فخرزاده در داخل ایران اتفاق میفته موارد متعدد گزارش میشه از اینکه اسناد هسته ای ایران به سرقت رفته همین خرابکاری نتنز که شما بهش اشاره کردید در واقع خبرش منتشر شده مجموعه اینها نشون میده که عملا جایی نیست با وجود این ادعاهای مبتنی بر در واقع قدرتی که جمهوری اسلامی میکنه جایی نیست که هدف نفوذ قرار نگرفته باشه یک لیستی رو اطلس زندان های ایران منتشر کرده از چند وقت پیش از 46 زندانی امنیتی و سیاسی در ایران البته لیست به روزی نیست در میان این افراد کسانی هستند که به حال الان بیرون از زندان هستند اما دست کم سه نفر از اینها کسانی هستند که زمانی کارمند وزارت امور خارجه بودند خب تو همین گفتگو هم باز اشاره میشه به اینکه خود فضای وزارت امور خارجه تا چه اندازه امنیتیه و وقتی فضای این چنین امنیتی باشه عملا یعنی اینکه وزیر امور خارجه بر مجموعه خودش هم احتمالا تسلط کافی نمیتونه داشته باشه گزینه هایی به او تحمیل میشند حتما از ناحیه همون میدان جدا از اینکه میدان خودش اساسا وارد حوزه دیپلماسی شده منتها مسئله این است که با این گزاره ها با مجموعه این چیزی که الان من دربارش صحبت کردم خیلی خیلی موقعیت اینجوری است که همه چیز تحت تسلط در واقع عوامل نفوذی قرار گرفته عواملی که اونها بهش میگن دشمن این در افوا هم به صورت تنز خب الان مطرحه بله. که میگن مثلا تاسیسات هسته ای دست اسرائیل یا موارد دیگری که خب افکار عمومی با زبان تنز بهش واکنش نشون داده بله آی حاجی حسین توجه کردید که روحانی سعی کرده خودش رو از این جنجال کنار بکشه و بگه مطالب مطرح شده در این نوار نظر دولت و خود او نیستش بعد میگه در کشورهای دیکتاتوری کسی جرات حرف زدن نداره اما در کشور آزادی مثل ایران خیلی راحت ما در جلسات حرف میزنیم و نظراتمون رو میگیم تیزی تحلیل شما از موضع روحانی در قبال ماجرا چیه؟ آقای روحانی تلاشی کرده که خودش رو نزدیک بکنه به میدان از سپاه در واقع حمایت کرده از قاسم سلیمانی حمایت کرده و گفته است که آنچه که جواد ظریف مطرح کرده نظرات دولت نیست گرچه که تلاش کرده یک حمایت زمینی هم از وزیرش بکنه منتها مسئله اصلی این است که مردم در جمهوری اسلامی محرم دانسته نمیشند این هم مسئله امروز و دیروز نیست ما به خاطر داریم پس از شکل گرفتن جریان اصلاحات در ایران از خرداد 76 به عنوان نمونه روزنامه‌ای منتشر میشد که اساسا شعارش این بود که دانستن حق مردم است خب این وقتی شما این شعار رو در واقع بر روزنامه خودت درج میکنی که میخوای این رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح بکنی یعنی یک فضایی حاکمه و شما میگید که علیه این فضا میخواین بگین که دانستن رو حق مردم میدونید این چیزی که آقای روحانی به این ترتیب توجیه کرده که به حال وقتی اینها میتونه مطرح بشه حق اظهار نظر وجود داره اما لزومی نداره به ترتیبی که این اظهار نظر رو همه در جریانش قرار بگیرند خود آقای ظریف هم در بیانیه‌ای که منتشر کرده به بیان دیگری این رو گفته گفته که خب اینها مطرح میشه ولی وقتی که حرفی زده میشه دیگه معلوم نیست که شنوندش چه کسانی میتونند باشند و با این توجیه در واقع به نوعی این سانسور رو و این که در واقع حکومت اجازه نمیده که اون چیزی که افکار عمومی نیاز دارند برای اینکه قضاوت ها صادقانه و عادلانه بکنند از عمل کرده این حکومت در اختیارشون قرار بگیره رو به این ترتیب توجیه میکنه اما تاکید بر این است که خب در سوی مقابل این توجیهات ما میبینیم که جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان حکومتی معرفی کرده بوده است که قرار بوده حکومت مستضعفین باشه گرچه که آقای خامنه ای حتی این اواخر تعریف مستضعف رو هم تغییر داد. داده. از این زاویه ما میبینیم که عملا مردم نامحرمند و فقط در قالب شعار در واقع به نقش اونها اشاره میشه یا در آستانه انتخابات به عنوان اینکه یک نقش نمایشی پیدا بکنند بله. و در صفح صندوق های رای بیستند تا از این در واقع از این مسئله به عنوان یک ویترینی استفاده بشه در مناسبات خارجی که جمهوری اسلامی داره تا بتونه خودش رو یک نظام دموکراتیک معرفی بکنه بله آقای ظریف در واکنش به انتشار فایل صوتی گفته که دوگان سازی میان نظامیان و دیپلومات ها اندیشانه و در تقابل با نگرش من نگرش من است که میدان که البته باید بخوانیم به سپاه و دیپلماسی رو مکمل هم میدونم چه سرنوشتی برای ظریف پیش بینی میکنید آقای می راستش بیشتر تبدیل میشه به پیشگویی اما به حال با توجه به اینکه دست بالا رو در جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی دارند و جریان های تند رو دارن خیلی به نظر نمیاد که بشه امیدی داشت به آینده سیاسی آقای ظریف مگر اینکه حالا خیلی اتفاق خاص و ای بخواد بیفته ولی تکلیف او رو همین گزارش هایی که در خبرگزاری تسلیم خبرگزاری فارس روزنامه کیهان ها منتشر میشه عملا روشن میکنه او خیلی تلاش میکنه که خودش رو چهره مورد عنایت رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای نشون بده گاهی هم ما دیدیم که از طرف آقای خامنه ای یک اشارات این چنینی میشه اما تجربه ای که تا به حال وجود داشته این است که معمولا بیت آقای خامنه ای دفتر آقای خامنه ای در مقابل چنین مواردی میسته یعنی بعضا اگر دیگه بخوان خیلی چنین روی کردی رو ادامه بدن با تکزیبیه های روبرو میشن که در واقع فاصله خودش رو سعی میکنه که آقای خامنه ای با این جریان ها حفظ بکنه و خیلی من فکر نمیکنم که آقای ظریف در آینده سیاسی جمهوری اسلامی اگر با همین ریگذاری و با همین وضعیت بخواد پیش بره جایگاه و نقش ویژه داشته باشه او البته گفته که نگران تاریخ و اینها نیست و برای مردم و خدا در واقع کار میکنه اما کاری که میکنه این است که توجیح بکنه این روز به سراحت در همین فایل صوتی میگه میگه که من به اونها یعنی در جلسه شورای امنیت ملی که تشکیل شده است برای صدور بیانیه پس از شلیک به هواپیمای اوکراینی میگه که من وزیر خارجه هم که توجیه بکنم اما بعض اصطلاح علاج, علاج, کردن هم استفاده میکنه که همین علاج کن هم باز به با، صورت با، یک هشتگ در شبکه های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته بله رفع و رجوع کردن <applause> مسائل انتشار فایل صوتی ظریف همزمان شده با آغاز دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در وین از طریق اروپایی ها با هدف نجات برجام ایران دنبال رفع تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام و آمریکا هم خواهان بازگشت ایران به تعهدات برجامی خودش برخی تحلیلگران معتقدند که لو رفتن فایل صوتی و رو شدن رقابت های ظریف و سلیمانی با هم در زمان حیات سلیمانی تأثیری بر این مذاکرات نخواهد داشت چون برای آمریکا اولویت اصلی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم و در نتیجه حفظ امنیت و منافع ملی ایالات متحده است و نه ایجاد دگرگونی در مناسبات با ایران یا دگرگونی در وضعیت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی دیدگاه شما در این مورد چیه چه تأثیری میتونه داشته باشه در صحنه بین‌المللی به ویژه در روابط با آمریکا ما خیلی فکر نمی کنم که بتونه تاثیر در واقع شگرفی بگذاره بر وضعیتی که الان وجود داره بر مسیر مذاکرات یا اون چیزی که الان در واقع دولت های اروپایی و آمریکا به دنبالش هستند خب ما دیدیم که ارجایی که آقای ظریف داده بود به صحبت های جانکری از سوی او تکذیب شد گرچه که خب سناتورهای جمهوری خواهی در ایالات متحده دنبال این هستند که از این در واقع مورد به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنند بر دولت بایدن یا بر خود شخص جانکری اما این مسیری است که دولت تلاش میکنه بره به نظر میاد که آقای خامنه ای هم فعلا با اون موافقت داره شاید من یک تحلیلی رو میخوندم بیشتر باش همدلی داشتم از این زاویه که تلاش داره میشه که به نقطه برسه یک موافقتی ایجاد بشه زمینه ای فراهم بشه برای اینکه این کار رو بعد دولت بعد بتونه پیش بگیره یعنی مقدمات رسیدن به یک توافق جامع رو عملا دولت روحانی فراهم بکنه تا دولت بعد بتونه کار رو به انجام برسونه مسئله این است که خب ما میبینیم از زمانی که بایدن در ایالات متحده روی کار آمده است نوع عملکرد جمهوری اسلامی پراکسی های او گروه های نیابتیش در منطقه متفاوت شده خبرهای مکرر میاد از حمله به منافع ایالات متحده به مناطقی در کشورهای همسایه خب اینها تلاشی است که به نظرم میرسه جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه از این فضا از این قدرتی که داره در این گروه های نیابتی استفاده بکنه برای گرفتن امتیازات بیشتر و طبیعتا خب طرف مقابل هم ما میبینیم الان صحبت این است که برخی از تحریم ها رو لغو بکنند برای اینکه تشویق بکنند جمهوری اسلامی رو به اینکه به نوعی به روند مذاکرات سرعت بده و فکر میکنم هم حالا با اندکی احتیاط و کمی هم خوشبینی فکر میکنم که این روند در نهایت به همین ترتیب جلو بره بله صحبت از روابط با آمریکا شد دیدم یک روزنامه نگار سرشناس آمریکایی خانم باربرا اسلاوین و که ایشون رئیس بخش ایران در شورای آتلانتیک هم هست خبر از دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ویلیام برنز رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا در بغداد داده و گفته که در این دیدار در خانه به وزیر خارجه عراق یک شخصیت ناشناخته سعودی هم حضور داشته البته میدونیم که CIA این گزارش رو تکذیب کرده فکر میکنید خبر اسلاوین واقعی آقای حاجی حسینی یعنی اگر درست باشه خبر یعنی باید حساب کنیم که شمخانی با اجازه خامنه ای به دیدار رئیس سیا رفته خب طبعا اگر چنین اتفاقی افتاده باشه که بدون اجازه آقای خامنه ای نمیتونه اتفاق افتاده باشه اما میدونیم که منابع در داخل ایران هم این خبر رو تکذیب کردند منتها یک مسئله که اینجا وجود داره این است که مجموعه اون چه که آقای ظریف مطرح کرده در اون سه ساعت گفتگو و اینکه میگه که می به نوعی نقش خودش رو در سیاست خارجی صفر تعریف کرده و البته گفته که معتقده که این یعنی به این معناست که اشخاص نقش ندارند و اون سیاست گذاری کلان رو بهش توجه داده به هر حال کسانی گروههایی که صاحب قدرت حد هستند در جمهوری اسلامی احتمالا دارند الان این جریان مذاکره رو پیش میبرند این خیلی نزدیک به همین در واقع تحلیلی که عرض کردم خدمت شما اینکه در مقدمات کار فراهم میشه زمینه لازم داره آماده میشه برای اینکه دولت بعد بتونه کار رو پیش ببره این خبر رو هم میشه در اون کانتکس در واقع دید اما اطلاعات خاصی ندارم درباره اینکه واقعا چنین اتفاقی افتاده یا نه و فکر میکنم که خب ما ب ب بیشتر در واقع به طرف این تکذیبی های رسمی رو میگیریم این روایت هایی که مطرح میشه رو البته همچنان باید بهش توجه ویژه داشت میدونیم که خیلی از موارد هم پیش آمده که تکذیب شده و این تکذیب گزارش شده اما خبرهای تکمیلی بعدا نشون داده که به حال یک در واقع اتفاقهای هم داشته می افتده. یک موردش که باز آقای ظریف در همین پایل صوتی بهش اشاره میکنه مذاکرات عمان پیش از اینکه او برسه در به مقام ریاست جمهوری و او میگه که من از این مذاکرات بیخبر بودم بله اتفاقا در همین مذاکرات عمان آقای برنز هم حضور داشته و ایشون سابقه گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی رو دارن بنابراین میتونیم می تصور بکنیم که یه همچین دیداری ممکنه صورت گرفته باشه اینطور که خانم باربرا اسلاوین گزارش داده آیا حاجی حسینی یاد دیدار مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی با زبیگ نیو برژنسکی مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر افتادم سه روز قبل از اشغال سفارت آمریکا که به سقوط دولت بازرگان منجر شد به من قد نمیده ولی خب در خونده بله و اما یک ماه و چند روز به برگزاری انتخابات یا بهتر بگویم انتصابات ریاست جمهوری در ایران مانده ولی هنوز روشن نیست که رقابت اصلی میان کدوم یک از چهره های سرشناس نظام در نمایش کارگردانی شده توسط علی خامنه ای خواهد بود در این حال منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان میگه شواهد نشان از احتمال حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات داره و در این صورت نزدیک به 90 درصد نامزدهای این جناح به نفع رئیسی کنار خواهند رفت و به قول آقای متکی وحدت آسان خواهد بود از سوی دیگه شاهد اعلام رسمی نامزدی مصطفى تاجزاده به عنوان شاخصترین چهره جناح اصلاح طلب در انتخابات 1400 هستیم معاون سابق وزارت کشور که سه شنب شب در کلاب هاوس حضور داشت گفت آمده ام دولت پنهان رو سر جای خودش بنشونم و اعلام کرد که نامزد جدی انتخابات و برای رد صلاحیت شدن اعلام نامزدی نکرده آقای حاجی حسینی نظام همیشه دنبال مشارکت حداکثری در انتخابات نمایشیه اما این دفعه به نظر میرسه که به خاطر یک سری عوامل از جمله وضعیت فلاکتبار اقتصادی تحریم ها بحران حاد کرونا خفقان سیاسی و ناامیدی روزافزون مردم شاهد کم رونق ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی باید باشید وضعیت این دوره از انتخابات یا بهتر بگوییم انتصابات رو شما چگونه میبینید آیا مردم دل و دماغی برای رفتن پای صندوق ها دارن شرایط کلی اون چیزی که تا این لحظه وجود داره به نظر میاد که خب خیلی شور انتخاباتی در حالا به تعبیر آقای ظریف میدان در خیابان ها وجود نداره یعنی اصولا حالا یک یک, یک موضوعی هم که بر این مسئله تاثیر گذاشته خب خود همگیری ویروس کرونا است این امکان فعالیت های خیابانی رو کم کم میکنه گرچه خب این رو هم باید توجه داد که هنوز موعد ثبت نام رسمی کاندیداها اتفاق نیفتاده فضای رسمی تبلیغات شکل نگرفته و, و اون چیزی که ما بیشتر شاهدش هستیم همین خبرهایی است که در مطبوعات منتشر میشه و جریان هایی که در شبکه های اجتماعی وجود داره اما مسئله این است که من یک تعریزی در واقع دارم روی این صحبت شما و این که میفرمایید که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال در واقع نمایش انتخابات شلوغ به نوعی و صفحای طویل رعیه این همیشهش رو مواردی وجود داره که نقض میکنه این فرض رو از جمله انتخابات دور دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا جایی که خود آقای خامنه ای هم اگر اشتباه نکنم در سفر بود و رأی نداد یعنی چون برایند اون چیزی که اتفاق افتاده بود در شوراها به نوعی بود که اساسا خیلی علاقمند نبودند که این انتخابات بهش توجه بشه در آخرین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی هم ما باز این رو دیدیم یعنی نرخ مشارکت پایین و به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی الان در جایی ایستاده که چه بسا دیگه خیلی هم براش حتی اون نمایش مشروعیت مردمی مهم نیست تاکید هم میکنم بر اینکه حاکمان جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی هیچ وقت نگفتند که مشروعیتشون را از رأی مردم میگیرند اونها میگن یک نظام الهی هستند و مشروعیتشون از ناحیه خداوند آمده و من رو این نکته تاکید دارم که معمولا از این حضور مردم در پای صندوق های رأی استفاده تبلیغاتی در میدان سیاست خارجی میکنند یعنی همونطور که جواد ظریف چند نوبت در این سالهای گذشته گفت مثلا او میگه که مردم ما خودشون انتخاب میکنند و نمونه میاره از اینکه اگر ناراضی بودند در انتخابات شرکت نمیکردند در حالی که خب این در واقع تحریف است به این ترتیب که او بخشی از واقعیت رو میگه به بخش دیگرش اشاره نمیکنه مسئله فعلی این است که خب این شرایط اقتصادی که به وجود آمده در حالی که امید داشتند مردم در پس انتخابات سال 92 سال 96 به این که گشایش های اقتصادی اتفاق بیفته عملا به،, به آقای روحانی رأی داده بودند که شعار او مذاکره بود در, در, واقع سال 92 بین تا سال 94 هم در این, این, امید رو تونسته بودند به نوعی الغا بکنند اما مجموعه اتفاقهایی که افتاد که حالا بخشش رو هم تا آقای ظریف توضیح داده یعنی اینکه کسانی هستند در قدرت که البته او در نهایت حرف اونها رو میپذیره و گوش میکنه چنانکه گفته که اینها منافعشون در همین شرایطی است که اکنون وجود داره منافعشون در بحران سازیه و این وضعیت وضعیتی است که جمهوری اسلامی در اون میتونه به حیات خودش ادامه بده اساسا عادی شدن رابطه با آمریکا دیگری که جمهوری اسلامی تعریف میکنه برای مشکلاتش رو از بین میبره و ما بدون آمریکا ستیزی کار کردی نداره جمهوری خیلی. اسلامی هم. دیگه اون چیزی که بخواد بمونه جمهوری اسلامی نخواهد بود خلاصه مجموعه اینها به نظرم باعث میشه که خیلی هم مسئلهش نباشه که در انتخابات ریاست جمهوری امسال نرخ مشارکت چندان بالا باشه ولی مهم براش این است که اون گزینه مطلوب اون کسی که آقای خامنه ای از او با عنوان دولت جوان حزب اللهی یاد میکنه رو بتونه به نوعی به مردم بقبولونه که به نظر میاد با سپاهیان اینجا هم دست بالا دارند یعنی اتفاقا کلیپی منتشر شده از پیام های تبلیغاتی سه دختر خانم با آرایش و پوشش غربی در حمایت از سعید محمد سردار سابق سپاه و جالب اینه که هر سه خانم یک جمله شبیه به هم میگن برای تبلیغ کاندیداتوری فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا که به گفته معاون سیاسی سپاه به دلیل تخلف از مقام خودش برکنار شده و حالا صدای ریاست جمهوری داره کلیپ رو با هم میبینیم و بعد نظر شما رو در مورد احتمال نامزدی های محمد خواهیم شنید سلام عرض میکنم خدمت همه ایرانیان ایران پرست برای اقتدار ملی و گشایش اقتصادی رای من آقای دکتر سعید محمد هست سلام مریم هستم از تهران برای حفظ اقتدار کشورم و گشایش اقتصادی رأی خودم و خانوادم در انتخابات 1400 به جناب دکتر سعید محمد هست من مینا هستم از ساقه رأی من و خانوادم در انتخابات 1400 برای حفظ اقتدار و گشایش اقتصادی کشورم دکتر سعید محمد هست آیا حج... حاجی حسینی کلیپ رو دیدید واکنشتون رو بفرمایید ارز کنم که خب همونقدر که ممکنه که این کلیپ با هدف تبلیغ ساخته شده باشه همونقدر هم میتونه برای خراب کردن این کاندیدا ها که خودشون رو به هر اصولگرا و در واقع در قائل به اصول و احکام اسلام تعریف میکنند در واقع قرار بگیره من من یه اجازه میخوام باز یک قدری یک سابقه رو بگم بعد برگردم به این کلیپ الان ما تکسر گزینه های نامزدی انتخابات ریاست جمهوری رو داریم در از سپاهیان یعنی چندین نفر هستند که به عنوان گزینه خودشون رو معرفی کردند از جمله رستم قاسمی از جمله همین آقای سعید محمد و این رو باید توجه داد که با توجه به اون مقدمه ای هم که شما برای این بخش از گفتگو ارائه کردید حضور ابراهیم رئیسی میتونه بر وضعیت اینها در انتخابات تاثیر بگذاره یعنی من فکر میکنم که اگر آقای رئیسی خودش رو نامزد بکنه احتمالا شانس بیشتری خواهد داشت برای اینکه اون در واقع تایید رو از آقای خامنه ای بگیره و در نهایت کسی باشه که نامش از صندوق های رای بیرون میاد ولی جریان هایی که در داخل سپاه هستند عملا برای اینکه برسند به کرسی ریاست جمهوری با هم در تقابل قرار گرفتند این وضعیت وضعیتی است که تنش های درونی جمهوری اسلامی رو بیشتر به نمایش میگذاره این چیزی رو که میخوام بگم بگذاریم کنار همین فایل صوتی که از آقای ظریف منتشر شده تا ببینیم که گرچه که همه تحت لوای یک حاکمیت یگانه که آقای ظریف بهش اشاره میکنه و عملا فرماندهی آقای خامنه ایست قرار دارند اما درگیری اینها درگیری باندهایی که تبدیل شدند به باندهای مافیایی بر سر منافع اقتصادی که خب حالا دولت هم بخشی از این منافع اقتصادی رو عملا تأمین میکنه وضعیت رو به ترتیبی پیش میبره که ما احتمالا شاهد افشاگری های بیشتر هم خواهیم بود این یک سوی دیگرش هم مسئله بحران جانشینی است مسئله این که چه کسی حال با توجه به سن و سال آقای خامنه ای به عنوان گزینه ای که میتونه بعد از او در مقام رهبری جمهوری اسلامی قرار بگیره رو هم به مرکز توجه میاره این افشاگری ها و تقابل در حوزه جانشینی رو ما از درگیری میان باند آقای رئیس و باند آقای آمولی لاریجانی داشتیم آنچه که اتفاق افتاد در پرونده اکبر تبری به خوبی این رو به ما نشون میده الان هم همین ماجرا در مورد این روایتی که شما کردید از زید الله جوانی که گفته است سعید محمد تخلف کرده وجود داره بعد از این سعید محمد گفتش که این نظر نظر سپاه نیست و بعد از او رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران به میدان آمد و گفت که آنچه که آقای جوانی مطرح کرده نظر سپاه رو بازتاب نمیده یعنی ما میبینیم که این گروه های داخل سپاه گروهی که حول محور عزیز جعفری از فرمانده پیشین سپاه هستند و کسانی که الان در رأس سپاه قرار گرفتند عملا یک فضای رقابتی رو در درون خود سپاه هم ایجاد میکنه برای اینکه گزینه ای رو داشته باشند که بخوان او رو روی صندلی ریاست جمهوری بنشونند آیا اصولا فرقی هم میکنه که مثلا یک عضو سابق سپاه در پاستور مستقر بشه یا یه فرد کاملا غیر نظامی چون همونطور که شما فرمودی در فایل صوتی ظریف هم تلویحا گفته که مملکت تحت کنترل میدان یا همون سپاه پاسدارانه نه به نظر نمیاد که فرقی بکنه ولی خب اونها به دنبال یک دست کردن حاکمیت هستند و تاکید میکنم که اون منابع مالی خیلی احتمالا نقش مهمی بازی میکنه یعنی وقتی که گروه های مختلف تبدیل شدند به کاسبانی که در منابع مختلفی که وجود داره در ایران رو دارند میفروشند خب این, این اینها رو وارد بازی های جدیدتری میکنه رقابت رو میان و اونها سختتر میکنه ما میبینیم سپاه در تمامی اون زندگی مردم به ترتیبی وارد شده یعنی شما سراغ برزش که میرید میبینید سرداران سپاه مدیرعامل باشگاه ها هستند در به عنوان مثال فوتبال در حوزه فرهنگ وقتی وارد میشید میبینید که چه پولشویی اونجا داره اتفاق میفته چه پروژه هایی رو سپاه داره هدایت میکنه حتی تاثیرگذاری که اینها میکنند بر افکار عمومی چنان که در واقع به نوعی سریال میسازند علیه دولت گاندو یک گاندو دو و کاملا این, این اختیار رو دارند یعنی که این ای 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 اختیار رو دارند که آتش به اختیار عمل کنند یعنی <applause> اصلا نیاز به مجوز غذایی نیازی به هیچ چیزی ندارن میتونن پرونده سازی بکنن این به معنا نیست که دولت منزه این رو تاکید میکنم این رو هم میخوام اینجا یک پرانتز باز بکنم و با بگم خب ما کلیت جمهوری اسلامی یک نظام فاسد رو به نمایش میگذاره برای ما عمل کرده چه ساله این در واقع حکومت چنان که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 96 گفت گفت کسانی به میدان آمدند که در طول سی و چند سال گذشته جز اعدام کاری بلد نبودند این این وضعیتی است که نز... در واقع ما می‌بینیم از این حاکمیت اعدام‌های دهه 60 اعدام‌های سال 67 سرکوب‌هایی که در دولت سازندگی آقای آشمی اتفاق افتاد شورش های شهری که در اون زمان سرکوب شد جریان تیر 78 پس و همینطور وقتی میایم جلو سرکوب اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 این در واقع خیزش های اخیر مردمی از سال 96 که اتفاق افتاده تا آبان 98 ما با یک ما عملا به نوعی تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه یعنی اون چه که این رو از این جهت می کنم که اون چیزی که من مطرح می کنم با در نظر گرفتن این هاست منتها بر حال ما در توجیه در تحلیل جزئیات خب میپردازیم به خود اون ماجرا یعنی اینکه مثلا وقتی من درباره انتخابات دارم صحبت میکنم این به این معنا نیست که انتخابات رو در واقع بخوام برای سهه بگذارم جریانی رو که عملا زیر نفوذ آقای خامنه ای با نظارت استثوابی است عملا نام انتخابات نمیشه برش گذاشت انتصابات طبیعتا و ولی ما در تحلیل این وضعیت ها خب فکت هایی که ارائه میشه خبرهایی که ارائه میشه رو کنار هم میگذاریم و به تحلیل ماجرا میپردازیم بله درست میفرمایید خب پنج ماه از آغاز واکسین، واکسیناسیون سراسری کرونا در دنیا میگذره و بیش از یک میلیارد دوز بین کشورها توزیع شده در ایران حدود یک میلیون دوز توزیع شده که این کمتر از یک درصد جمعیت در همین کشور بریتانیا بیش از نینی از جمعیت حدود 47 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردند و 12 میلیون نفر هم هر دو دوزش رو دریافت کردند. در آلمان که جمعیتش تقریبا برابر ایرانه بیش از 15 برابر نسبت به ایران برای مردمش واکسن خریداری شده و بیش از 15 میلیون نفر علیه کرونا واکسینه شدن آیا این بیتوجهی مسئولین در ایران به خرید واکسن رو به حساب چیزی غیر از این باید گذاشت که سلامتی و جان مردم براشون اهمیتی نداره آقای حاجی حسینی؟ البته اگر از آقای سعید نمکی بپرسید ایشون میگه که ما مدیریتمون در زمینه بحران کرونا به گونه ای بودست است که از کشورهای دیگه اومدند و از ما مدل خواستند و ما جزء سرآمدان این ماجرا بودیم ولی واقعیت هم به نظر میاد که خب همین گونه است که شما در واقع شهر دادید یک نکته ای رو من اشاره کردم در صحبت هام و اون این است که جمهوری اسلامی علاقمند به این که در بحران زیست بکنه در واقع حیاتش با بحران پیوند خورده و چه چیزی بهتر از این که این موقعیت های بحرانی رو بتونه ادامه بده امتداد بده و بعد مشکلات رو به گردن اونها بیاندازه همونطور که در سخنرانی های آقای روحانی در ماه های اخیر ما دیدیم او همواره گفته که یک دستشون در واقع مشغول مبارزه با تحریم ها بوده و دست دیگر هم مشغول مبارزه با کرونا یعنی دیگری هایی ساخته میشن برای اینکه ناکارآمدی برای اینکه فساد ساختاری عملا به گردن اونها انداخته بشه از روز اول جریان همهگیری کرونا در ایران ما مسئله فریبکاری مسئله ندادن اطلاعات درست به مردم رو داشتیم گزارشگر صدا و جمهوری اسلامی از قوم که کانون بحران بود در اون زمان گزارش میکرد که همه چیز عادی است و اصلا این حرف ها چیه که مطرح میشه و بعد هم خب ما میدونیم که یک نگاه قضا و قدری حاکم فعالیت های مذهبی تعطیل نمیشه خیلی این در واقع روحیه وجود داره که درمان از طریق دعا اتفاق بیفته خود وزارت بهداشت خیلی وقتها ما دیدیم که رفته از سمت این طب سنتی، طب اسلامی یک در واقع زاویه ای وجود داشته است با پذیرش جریان علمی آقای خامنه ای به میدان اومد این ویروس رو به نوعی ویروسی دانست که اصلا تولید شده برای اینکه به جان ایرانی ها بیفته او جلوتر آمد و گفت که خرید واکسن اونطور که ایشون گفتند انگلیسی و آمریکایی ممنوعه خب مجموعه اینها رو که کنار هم بگذاریم میبینیم که واقعا اینطور است که جان آدمی حیات آدمی برای مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت خاصی نداره و بر حال خیلی به نظر میاد که تلاشی نمیشه برای اینکه وضعیت بهداشت و درمان بخواد بهتر بشه متاسفم که این رو بگم که گاهی حتی این در واقع گزاره در ذهن شکل میگیره که نسبت این حاکمان با مردم حتی نسبت ارباب و رعیت هم نیست یعنی اساسا اونها انگار رو نمیبینند که کسانی دیگری هم دارند در اون پهنه و در اون جغرافیا زندگی میکنند بله کاربری نوشته خدا رو شاکرم که در زمان همگیری فلج اطفال دکتر نمکی وزیر بهداشت نبود وگرنه همگی روی ویلچر بودیم آیا حاجی حسین این در حالیه که خود مقامات نظام بر اساس گزارش های خب محرمانه که به خارج میرسه اینها همه خودشون واکسینه شدن خود آقای خامنی همون روزی که آمد اعلام کرد که واکسن انگلیسی آمریکایی ورودش ممنوع در خبرهای اختصاصی بود که ایشون واکسن فایزر رو ایشون و کل بیتشون واکسن فایزر رو زده بودن باز هم اینها خوب از مواردی است که تایید رسمی و دقیقش به حال کار آسانی نیست ولی مسئله فسادی که وجود داره این رو این گمانه رو تقویت میکنه که وقتی که شما میبینید مثلا شهردار یا امام جمعه یک شهری میتونن بیان از سهمیه پاکبان ها استفاده بکنند و واکسن بزنند خب طبیعی است که احتمالا سران جمهوری اسلامی و نزدیکانشون تا الان واکسن مورد نیاز رو زدند یعنی این, این, این میگم به عنوان فکت نمیشه راهش کرد ولی خب این یک گمانه است که میشه مطرح باشه مسئله فسادی که در واقع پیش آمده و باز هم همچنان پیش خواهد آمد در جریان واکسیناسیون چیزی بوده است که پیش بینی شده مطرح شده ببینید بحث خرید واکسن یا تولید واکسن یک بحث بحث دیگر داشتن زیربنای مورد نیاز برای انجام واکسیناسیون سراسریه این چیزی بوده که وجود نداشته برخی کارشناسان گفته بودند که باید از های داروخانه ای استفاده بشه ما میدونیم که در مناطق دوردست بعضا حتی یک خانه بهداشت وجود نداره و طبیعتا مجموعه اینها نیاز داشته به یک برنامه ریزی منسجم دقیق اصولی ولی ما میبینیم که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با قسم حضرت عباس باید کار رو پیش ببره که اون هم کسی عملا بهش وقعی نمی نهه او گفته بود خواسته بود که مانع سفرهای نوروزی بشند اما عملا این اتفاق افتاد خیلی از این موجهایی که ایجاد شده است عملا جریانی بوده که می شده با مدیریت درست احتمالا مانع شد اما می وجود نداشته و طبیعتا وقتی که فضا این چنین بشه مردم هم هر چقدر که حتی علاقه مند باشند که رعایت بکنند پروتکل های بهداشتی رو طبعا خسته میشن طبعا احساس میکنند که خب وقتی کسی به فکر نیست چطور خودشون باید دست تنها با این وضعیت مبارزه بکنند در حالی که خب ما میدونیم فشار اقتصادی وجود داره بعضا خانواده های هستن که اینها توانایی تهیه ماسک ندارند بعد باید نان خودشون را از خیابان در واقع در بیارند چاره ای جز این ندارند که در واقع از خونه خارج بشن و من گزارش هایی میدیدم از اینکه کسانی حتی نمیتونن برن برای یک هفته آیندهشون خرید بکنند. اونها باید روزانه خرید بکنند بر مبنای کسبی که در یک روز دارند و بعد خرجش در همون روز اینها مجموعه ای است به هم پیوسته زنجیره وار از مواردی که عملا همه مشکلات رو در کنار هم قرار میده و برای اینکه درباره این مسائل صحبت بشه باید این مجموعه رو به این ترتیب دید و نمیشه فقط یک عنصر رو در واقع برجسته کرد و به اون پرداخت درست می حالا مجسم کنید که با این وضعیت فاجعه بار پیک چهارم آقای نمکی به وزیر بهداری هند نامه داده که ایران تونسته از موج سهمگین چهارم عبور بکنه و دولت و ملت ایران آمادن تا در این روزهای سخت و در اوج گرفتاری شهروندان عزیز هندوستان با اپیدمی کووید 19 از هر کمک فنی کارشناسی و تجهیزاتی دریق نکنند <applause> واقعا اسم این بی تدبیری نمکی رو چی باید گذاشته آقای حاجی حسینی ای کاش واقعا اینجوری بود یعنی این چیزیست که میشه آرزوش کرد کاش به مردم ما در ایران ایران ما کاش این وضعیت رو میداشت که میتونست همین ادعاهای آقای نمکی رو عملی بکنه اما خب با اینها با, با واقعیت و با وضع موجود به نظر میاد که متفاوته ما میدونیم که بیمارستان های زیادی درگیرند با وضعیت تخت خالی ندارند من این رو به طور در واقع میگم که مواردی بوده است که عمل جراحی انجام شده بیمار باید در بیمارستان میمونده ولی زودتر از موعد مرخص شده برای اینکه اون بخش رو باید آماده میکردن با, با توجه به افزایش شمار مبتلایان خب وضعیت اینه من این رو جای دیگری هم گفتم به نظر میاد که جمهوری اسلامی پیوسته خودش رو در رقابت هایی میبینه که عملا قرارم نیست واردش بشه یعنی خودش رو در یک رقابت خودساخته ای با کشورهای به تعبیری پیشرفته و این رو در قالب نمایش در قالب تبلیغ ارائه میکنه یعنی مثلا خودش رو میخواد جزء کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با کرونا معرفی بکنه جا بزنه در حالی که خب نه ساختاش وجود داره نه برنامه ریزی شده این روی کرد تبلیغی اینکه پیوسته یک نظام شیعی با توجه به این روی کردهای ایدئولوژیکش تلاش میکنه خودش رو به عنوان یک نظامی برآمده از حکمرانان خوب معرفی بکنه خب چیزی است که به نظر میاد بچه تبلیغی پیدا کرده و این بچه تبلیغی هی بیشتر و بیشتر برجسته میشه خبرهایی که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه ما میبینیم که تمرکزش روی آمریکاست معمولا در حال گزارشند از اینکه یک اتفاق کوچکی که در ایالات متحده میفته رو خیلی خیلی با آب و تاب روایت بکنند اما خیلی و اون چه که در داخل مرزهای ایران میگذره توجه خاصی نمیشه خب اینها برایند حاکمیتی است که خودش رو پیوسته در مقام دیگری قرب میبینه خودش رو در یک جایگاهی میبینه که فکر میکنه الان در داره با قرب رقابت میکنه و مثلا شهروندان کشورهای دیگه همه چشم دوختند به اینکه در ایران چه میگذره ما میبینیم که واقعیت ماجرا این نیست کشورهای مختلف برنامه ها و سیاست های خودشون رو دارند خیلی هم در مقام رقابت با همدیگه بر نمیان از این دست ادعاها و مسائلی هم که آقای نمکی مطرح میکنه رو معمولا ما از در واقع در, در کشورهایی که حکمرانی اصولی در اونها حاکمه از زبان مسئولان نمیشنوید بله نکته دیگری هست که بخواید اضافه کنید به گفتگومون آقای حاجی حسینی عزیز اجازه میخوام در واقع اگر فرصت هست و موضوع رو مطرح بکنم باز در پیوند با بفرمایید حتما فایل صوتی که منتشر شده فایل گفتگویی که از آقای ظریف منتشر شده این گفتگو یک بخشی داره که به ماجرای ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با های سپاه میپردازه در واقع میخوام به این بهانه ادای دین بکنم به جان باختگان این اتفاق این این ظلم آشکاری که به این ترتیب اتفاق میفته و هیچ نام دیگری در واقع یعنی در واقع هیچ نامی براش پیدا نمیشه که شما بتونید استفاده بکنید از مردم عادی مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی این چیزی است که الان اوکراین داره مطرح میکنه این چیزی است که همین صحبت های آقای ظریف استفاده از خط هوایی ایران ایر برای درواقع رفت و آمد به سوریه این رو برجسته میکنه که این یک رویه انگار بوده است که استفاده بکنند از مردم از در واقع کسانی که به اونها اعتماد کردند سوار این هواپیماها شده اند در قالب سپر انسانی برای پیشبرد سیاست های به تعبیر آقای ظریف میدان این نکته ای است که فکر میکنم مهمه بهش توجه بشه بهش پرداخته بشه یعنی بحثی که آقای ظریف مطرح میکنه که او میگه اصلا اینها ما رو به جایی هم حساب نکردند که در جریان ماجرا بگذارند چنان که او ادعا میکنه و فقط از او خواستند که یعنی او وقتی گفته که همه دارن میگن که موشک خورده بهش میگن که تحت تاثیر تبلیغات استکبار قرار گرفته و بره توییت بزنه توجیه بکنه یعنی همون عبارتی که او استفاده کرده یعنی بره دروغ بگی در واقع دیگه دروغ او میگه که من عبارتی که او استفاده کرده میگه که من گفتم که بگید که من برم علاجش کنم و بعد وقتی با این برخورد مواجه میشه بعدتر میگه که من گفتم میگه که من وزیر خارجه ام که توجیه کنم این عین عبارتی است که به کار میبره این مسئله است که فکر کردم که لازمه بهش اشاره بشه یعنی مسئله در واقع ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه چیزی است که همواره باید بهش توجه ویژه داشت یک موضوع دیگر هم باز در این فایل صوتی هست تیپ هم یاد بهش اشاره نکنم آقای ظریف اشاره میکنه به نام پر رکنابادی در این گفتگو یعنی در واقع به نام او اشاره میشه مصاحبه کننده اشاره میکنه به نام او این هم از جمله های مرموزی است که با توجه ویژه لازم داره اولین کسی هم که به این فایل صوتی و این گفته‌ها واکنش نشون داد دختر آقای رکنآبادی بود که مرگ او رو مشکوک میخونه و او گفته که مغز و قلب پدرش رو تحویل نگرفتن در جسدی که تحویل گرفتند دوست خوب من کامبیز قفوری گزارشی نوشته تحقیقی درباره ماجرای پر رکنآبادی که در سایت ایران بایر منتشر شده تیترش هست پر رکنابادی سکوت وزارت خارجه در مرگ مرموز جعبه سیاه این رو هم فکر کردم که به مخاطبان این گفتگو معرفی بکنم که اگر مایل بودن بخونن گزارش است خاندانی که فکر می کنم اطلاعات خوبی در اون وجود داره سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن آقای رضا حاجی حسینی امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم با شما دوستان عزیز سپاسگزارم از شما که هر هفته از طریق وبسایت vijanfarhudi.com حاوی مصاحبه های بنده و تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و همینطور شبکه های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه پرسش و پاسخ از لندن رو دنبال میکنید در یوتیوب میتونید مشترک صفحه ویژن فرهودی شوید تا هر ویدیویی رو که پست میکنیم خبرش بلا فاصله به دستتون برسه و بتونید جزو اولین بینندگانش باشید تا برنامه آینده ساعت خوشی براتون آرزو میکنم ایام